درود به بینندگان محترم نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون امروز میخوایم راجع به بر پیشگیری و راهها و مسائل مربوط به پیشگیری صحبت کنیم همجوری که قبلا ملاحظه کردیم در برنامه های مختلف با عناوین مختلف راجع به بیماری های متفاوتی که صحبت میکردم به پیشگیری های مربوط به اون بیماری هم اشاره مختصری داشتم ولی پیشگیری یه بحث خیلی مفصلیه اصلا یه سیستم خاصی داره یک مدیریت خاصی میخواد و امروز به این برنامه میخوایم ببینیم که چجوری و به چه تراقی میتی... میشه پیشگیری کرد از مسائلی که باعث حادتر شدن بیماری ها و یا سلامتی ما میشه کلا خب این بحث از دو نظر مورد بررسی قرار میدیم اولیش مسائلی که مربوط به خود افراد هست که ما تک تک من بتونیم چجوری از یه سری بیماری ها پیشگیری کنیم و از یه سری جراحت ها و ناراحتی های طولانی مدت جلوگیری کنیم و غیره مسئله دوم مسئله مربوط به سیاست های سلامت و سیاستگداری ها توسط دولت ها هست که مسئله اصلی در واقع در رابطه با پیشگیری به این مسئله برمیگرده و اول این نکته سیاست در سلامت و مورد بررسی قرار میدیم به طور مختصر و در آخر به مسائل شخصی مربوط به پیشگیری و جلوگیری از بیماری ها میپردازیم خب ببینید من راجب سیاست نمیخوام وارد سیاست بشم ولی چون بحث مفصلی و به اندازه کافی راجع بهش صحبت میشه تو برنامه های مختلف رادیو تلویزیونی مونتا مسئله سیاست و سلامت یکی از مهمترین مسائل سیاسی هر کشور و هر منطقه ایه که متاسفانه تو کشور ما به اون صورت سیاست مداران ما به این مسئله نمی پردازن. ببینید به عنوان مثال تو دو سه سال پیش همتون شاهدش بودین که یک سیاستی تو تو سلامت جامعه آمریکا میخواستن تغییراتی بدن رفرم ایجاد بکنن که به اوباما کر معروف شد بقیه ای ارگان ها مورد بررسی قرار گرفت این همه سر و صدا کرد و نهایتا تصفیب شد یک نکته که من میخواستم اشاره بکنم اگه توی این چند دهه به انتخابات ریاست جمهوری مون نگاه کنیم شما یک هم نشنیدید که یک کاندیدای ریاست جمهوری بیاد تو اون برنامه های دوران ریاست جمهوریش یک اشاره مختصری به مسائل بهداشت و سلامت مردم کرده باشه متاسفانه تو کشور ما سیاست مداران ما به این مسئله سلامت که یکی از مهمترین مسائل زندگی هممون هست کمترین اولویت رو میدن و در نتیجه اون به اون صورت پیشرفتی که بایستی داشته باشیم و نخواهیم داشت حالا چه مسئله درمان چه مسئله پیشگیری البته سعی زیاد میشه در طی دو سه سال گذشته یک طرحی به اسم طرح نظام سلامت اومد و اجرا شد که متاسفانه نقایز خیلی زیادی داره و اکثر متخصصین رشته سلامت تا جایی که من اطلاع دارم از اون ناراضی هستن به خاطر اینکه بایستی از اون بالا خود نهاد ریاست جمهوری و در رأس همه وزیر بهداشت که در کشور دیگه وزیر نظام سلامت منطور در کشور ما وزیر بهداشت حالا اون نکته مهمی نیست ولی بایستی بدونن و جرأت داشته باشن که یک ترهایی را که کار شده را بیارن به اجرا در بیارن ببینید کسی که وزیر میشه به عنوان مثال به وزیر بهداشت انگلیس نگاه کنیم آمریکا نگاه کنیم یا کشورهای پیشرفته دیگه اروپایی اینا همشون دکتر نیستن وزیر کسی که بتونه ترهی رو بیاره اجرا بکنه متاسفانه وزرای سلامت ما و معاونینش تا حالا هیچ کی شاهد هیچ کار به از طرف اینا نبوده سعیشون رو میکنن تلاششون رو میکنن ولی بایستی اون مدیریت رو داشته باشه اون جرأت رو داشته باشه یک طرحی بیاره و در نهایت بتونه اون اجرا بکنه در زیر مجموعه ب... بعدی آن ادارات مختلف نظام سلامت، نظام پزشکی ما، انجمنهای مختلف، بیمارستان ها، خونه سالمندان، ورزشگاه ها، مدارس تمام اینا به نحوی تو پیشگیری مسئولیت دارن یعنی مسئولیت خیلی سیادی هم دارن و اگه اینا کارشون رو نتونن خوب انجام بدن و یا آگاهی اینو نداشته باشن که استاندارد های روز دنیا چیست در مورد پیشگیری و جلوگیری از بیماری ها خب معلومه که نمیتونن اونو خوب پیاده بکنن و اجرا در بیارن پس به همین دلیل بخش اصلی پیشگیری مربوط به دولت و پالیسی و لواحیه خاص اون میشه که اینا بتونن با اطلاعات خوب قوانین خوب و بیارن به مردم اطلاع بدن و مورد اجرا قرار بدن به عنوان مثال یک مقاله می چند هفته پیش راجع استاندارد مسائل پرستارها صحبت میکرد و در یکی از مقام های مدیدت های مربوط به پرستاری اینو گفته بود حالا اسمشون یادم نیست که در ایران به ازای هر مریض هر تا مریض یک پرستار هست در صورتی که استاندارد روز جهانی معمولا هر چهار تا مریض یک پرستاره حالا این به متناسب بخش های مختلف تو بیمارستان فرق میکنه پس ببینید یه نکته خیلی ساده نشون میده که اگه ما بتونیم این مدیریت ها و برنامه ریزی خوب تو نظام سلامت داشته باشیم خیلی خوب میتونیم پیشگیری بکنیم از وخیمتر شدن اوضاع سلامت و از مشکلات بعدی آن ببینید به عنوان مثال به همون مسائل پرستارا اگه ما نگاه کنیم تمام رکاوری و سلامت یه مریض بعد جراحی یا هر دلیلی که به بیمارستان میره به پرستارا برمیگرده اگه کمبود پرستار داشته باشیم ما خب طبیعیه که اه این بیمار به طور خوب ازش پرستاری نمیشه و در نهایتا منجر به مسائل بعدی و خدا نکرده فوت اون میشه نظافت، تمیزی و مراقبت های خاص و ویژه بیمارستان اونقدر بالاست که شما اصلا باورتون نمیشه که بیمارستان باشه اونجا در خیلی جاها یا مثال خیلی ساده دیگه بیم... یک میکروب و باکتری هست که امارس آی می گفتن که تو اخبارا چند سال پیش همتون در جریانش بود این که چقدر شایع بود تو خیلی از کشورها حتی همین انگلیس و کشورهای اروپایی اینو اومدن اینو تقریبا ریشکن کردن برای اینکه جون خیلی از بیمارا رو می گرفت بعد یه جراحی ساده به عنوان مثال یه نفر رفته زانو جراحی کرده به خاطر اینکه این میکروب میرفت تو بدنش دیگه و مقاومتش هم نسبت به آنتی بیوتیکا بالا رفته دچار مرگ شد. اینه که مسائلی از جمله نظافت تمیز بیمارستان ها تعداد پرستار و مهمتر از همین مدیریت که اینها را بر مورد عمل قرار میده و این مسائل پیشگیری میشه با خیلی مسائل ریز کوچک از خیلی از و های بعدی و یا فوت و مسائل بعدی پس به این مسئله اگه بخوایم نگاه کنیم وظیفه و رسالت دولت راجع سلامت خیلی بزرگه متاسفانه میگم مسئولین کشورمون تا حالا اونقدر که باعثی به این مسئله اهمیت بدن ندادن حالا یا به خاطر عدم آگاهی البته خب تو خیلی جاها این مسائل هست ولی خب من راجع سلامت دارم صحبت میکنم به همین دلیل باعثی خود وزیر بهداشت ما کسی باشه که بتونه از پس این کارا بر بیاد بتونه جرأتشو داشته باشه طرحی رو بیاره و مورد اجرا قرار بذاره که پیشگیری بشه از خیلی از مسائل دیگه و این فقط مربوط به بیمارستان نمیشه از مدارس و خونه سالمندان بگیرید حتی وضعیت داخل خیابون ها وضعیت داخل ادارات یه مثال ساده دیگه اگه بخوام بزنم ببینید همین زدوفونی کردن دست به عنوان مثال من چند هفته پیش مدرسه رفته بودم اینجا مدرسه ابتدایی دیدم اینا از این الکلها گذاشتن که معمولا تو بیمارستان ها هست و ها تو زنگ تفریح یا موقع نهار که میخوان برن را نهار بخورن دستاشون با این الکل ضد عفونی میکنن خب ببینید یه چیز خیلی ساده میتونی پیشگیری بکنه از کلی بیماری ها به این جهت مسئولیت دولت و سیاست های دولت مهمترین شاخه و قسمت پیشگیری هست از بیماری ها و ناراحتی های دراز مدت و وخیم این همه سرطان زیاد شده این همه مسائل مواد غذایی و بهداشتی این بحث خیلی وسیعه و من نمیخوام وارد جزیات بیشتری بشم امیدوارم که مسئولین ما با رعایت این مسائل بتونن که مسائل مربوط به سلامت و پیشگیری را در اولویت قرار بذارن افراد کارکشته ای را بیارن داری متخصصین خیلی خوب و با ارزه و با مدیریت بالا که از پس این کار بر میان حالا من نمیگم شخص وزیر فعلی یا قبل یا خوب نبودن یا من نمیخوام اینا را مورد بررسی قرار بدم شخصی به شخص کار ندارم کل سیاست ها بایستی در اولویت اصلی دولت قرار بگیره و از همه مهمتر خود رئیس جمهور شما این همه به رئیس جمهورها چندین دهه گذشته تو کشور ما نگاه کنید من شخصا چیزی راجع به سلامت و مسائل بهداشت چیزی نشنیدم در صورتی که به این همین انگلیس اگه نگاه کنیم یک سوم شاید نصف بحث‌های مجلس و مسائل ریاست جمهوری و نخست وزیری مربوط به سلامته و از یه جهت دیگه روزنامه های ما تلویزیون های ما به اونقدر به مسائل سلامت نمی پردازن اونقدر به مسائل بهداشت نمی پردازن برای اینکه نکته بعدی که میخوام خوام راجبش اشاره بکنم صحبت بکنم بحث اینفورمیشن یا اطلاعات اگه برنامه ها و سیاست های دولت بر مبنای رساندن اطلاعات خوب به مردم باشه خیلی از مسائل میشه پیشگیری کرد از بچه های کوچک بگیریم از سالمندان بگیریم از مشاقل مختلف بگیریم پیشگیری میگم راجع به همه شامل همه چیز میشه شامل همه ما میشه و خیلی وسیع از جز به جز مسائل روز ما به مربوط میشه به پیشگیری و جلوگیری کردن از مشکلات بعدی همون مثال هفته قبل بحثمون خودش مسئله بزرگی راجع به که راجع به فالس پرونشن صحبت کردم و جلوگیری از افتادن افراد مسن اینا خیلی بحث مهمی هست و امیدوارم که روزی بیاد که مسئولین وزارت بهداشت و حتی شخص خود رئیس جمهورین ما بتونن مسئله بهداشت و سلامت رو در اولویت اصلیشون قرار بدن که بتونن قدم های خوبی بردارن خیلی خوب بحث بعدی مربوط به پیشگیری مسئولیت ها و کارهایی است که تک تک ماها خودمون میتونیم انجام بدیم و اینم باز خیلی جزئیات داره ببینید پیشگیری تو همه چی هست از رانندگی بگیر تا فعالیت های روزانه تا قسمت های بیزنس و غیره و غیره ولی تو قسمت سلامت بیشترین اولویت رو داره به خاطر اینکه خدای نکرده وقتی به عنوان مثال پاتون میشکنه به خاطر پیشگیری نکردن شما داریم میدونی خب یک به چاله میرسی میدونی مطمئن نیستی که آیا به از این رد نه خب این ریسک رو بکنی در واقع پیشگیری نکردی یا در هر ثانه مختلف مشابهی پیشگیری بایستی در اولویت همه کارا روزمرمون باشه و این نیاز به اطلاعات داره این نیاز به آموزش داره از همون بچگی بایستی به بچه همون یاد بدیم که بتونن چجوری در هر شرایطی جلوگیری بکنن از یه سری بیماری های دیگه به عنوان مثال همه شنیدین نشینیدین از پدر مادرات و معمولا وقتی میخواین بریم بیرون یا مامانتون یا باباتون میگه یه چیزی بپوش سردت نشه میخوای بیرون بری خب این نشون میده که ما وقتی گرم میشیم بعد خود هوای خونه گرمه بریم بیرون هوای سرد بهمون بخوره دچار مریضی میشیم این یه نمونه کوچه که از پیشگیری هست پس ببینید پیشگیری خیلی مسائل زیادی داره و حالا مسائل دولت و گاورمند به جای خودش خودمون چه کارهایی میتونیم بکنیم که از جلوگیری خیلی از مسائل بیماری ها جلوگیری بکنیم به عنوان مثال کسی که میخواد بره ورزش کنه خب اگه میخوام بریم ورزش بکنید یکی از چندین کار میتونیم بکنیم برای پیشگیری از جراحت های ورزشی یکی از مسائل ساده اون اونه که بریم پیش فیزیوتراپیست یه چکاپ ساده از بدنتون بکنه ببینه آیا شما قد پاهاتون مختلفه فرم زانوهاتون مختلفه فرم استخون شونتون اسکاپولا میگن که استخون پشت شونه اینا با هم موازی هستن یا یکم بالا پایین نباشن یا یکم به حالت به بیرون نرفته باشن و به داخل نیامده باشن یا کل پاسچور و فرم بدن شما اگه ایرادی داشته باشه و شما ورزش بخوایم بکنید این در نهایت دچار بیماری میکنه شما و جراحت ایجاد میکنه به همین دلیل یه چکاب ساده میتونه شما را آگاه بکنه از وضعیت بدنتون و بدون اینکه چجوری پیشگیری بکنید یا در مورد مسائل مواد غذایی ببینید این همه متاسفانه میشنویم از اخبار و روزنامه که تو شیر وایتکس میریزن نمیدونم تو فلان رستوران گوشت مرده توضیح شده چه کار شده و چه کار شده خب خودمون حالا دولت به جای خود مسئولیتاش میگم مشخص انجام میده یا نمیده دیگه جای بس نیست ولی خودمون یه مقدار کمکی به خودمون بکنیم سلامتی اینو من قبلا هم اشاره کردم کسی که بیماری کشیده باشه انقدر براش اهمیت داره که در واقع براش درس عبرتی میشه کسایی که خوشبختانه بیمار نشدن نمیتونن متوجه بشن که کمردر چقدر اوضاع وخیمی برای شخص ایجاد میکنه یا کسی که آرتروز زانو داره اون میفهمه کاش میتونست در ده سال قبلش یه کارایی بکنه که به این روز نیفته یا کسی که یک جراحی کرده یا کسی که خدای نکرده مسئله قلبی و ناراحتی های قلبی داره خب اگه میتونست از ده سال قبلش یک سری کارا هست که میتونه جلوگیری بکنه از این ناراحتی های قلبی صد درصد انجام میداد به همین دلیل مسئله اول آگاهیه مسئله دوم خود اون خواستن و توانستن و ماست ببینید انسان قدرت خیلی زیادی داره اگه ما اون قدرت درون خودت پی ببری میتونی خیلی از مسائل فائق بشی شما بارها براتون پیش اومده که یه چیزی را نتونستین انجام بدین ولی چند روز نشستین فکر کردین با تمام سعی و کوشش رفتین جلو و موفق شدین و در مورد سلامتی هم باعث که همینجوری باشه وقتی این همه تحقیقات هست این همه تجربه ها شما دیدین کسی که به عنوان مثال ورزش میکنه این همه زندگی بهتری داره نسبت به کسی که ورزش نمیکنه خب ما بایستی یکم به خودمون بیاییم بایستی یکم اراده کنیم یکم تمام همت رو جمع کنیم و بیایم از ورزش های خیلی ساده و کوچک شروع بکنیم و به جایی برسونیم که به اندازه کافی به بدنمون کمک بکنیم نذاریم هیچ مشکلات شدیدی پیش بیاد من چون نمیخوام زیاد صحبت بکنم خسته کننده باشه از دوستانم میخوام یه فیلمی هست پشت صحنه نشون بدن و من در مورد یه سری از ورزش های دیگه صحبت میکنم این آقا که میبینید یک فیزیوتراپیست اومده در یک کلیپ کوتاه یه چند تا ورزش نشون میده برای پیشگیری از خیلی از مسائل و ناراحتی بدن یه ورزش ها ببین ورزش مهمترین بخش در واقع مهمترین مسئله پیشگیری کردن از بیماری هاست شما اگه ورزش نمی کنید اینو متوجه باشین که به خاطر شرایط کاری فعلی و مشکلات جانبی و مسائل استرس، مسائل دپرس، مسائل ناراحتی ناشت مواد غذایی خیلی از اینا و مشکلات زیاد دیگه جانبی از اینا فشارهای زیادی به بدن ما وارد میشه یکی از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم با ورزش مقاومت بدن ما ببریم بالا و نذاریم این فشارها بدن ما رو تخریب بکنه یا اگه خدای نکرده بیماری داریم این فشارها دو چندان به ما وارد بشن به همین دلیل داشتن یه بدن قوی و ورزش کردن یکی از مهمترین نکته ها راجب پیشگیری هست که از همون بچگی با بایسی به بچه ها نصیحت کنیم اینا رو انجام بدن از مدارس از باشگاه های فرستادن باشگاه های مختلف تا بتونیم این جزوی از فرهنگمون بشه جزوی از کارهای روزانمون باشه من چند هفته پیش با یکی از دوستان ایرانی اینجا صحبت میکردم که تو برنامه های مختلف هم شما دیدین هفتاد و خورده سالشه باورتون نمیشد دیدم ایشون روزی یک ساعت میدون خیلی لذت بردم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم خودم که این همه از ورزش میگم و ببینید هستن خیلی افرادی که به این نتیجه رسیدن که اگه میخواین زندگی خوب و طولانی داشته باشین باستی ورزش بکنید ورزش بهترین و سالمترین و ارزونترین چیزی که ما میتونیم انجام بدیم و صدها و هزارا بیماری و ناراحتی را جلوگیری بکنیم و از همه مهمتر اینو بارها هم گفتم در آخر عمر یا سالهای آخر عمر و ده های آخر عمر بتونیم به بهترین وجه زندگی کنیم اون ده سال آخر رو, روی ویلچر نباشیم یا زیر دست نیفتیم یکی چایمون رو بذاره دهنمون چون میشه ورزش ثابت شده میتونه اینا رو شما رو کمک کنه ورزشی که شما در سنین جوانی انجام میدین در سنین پیری به کمکتون میاد و بدنتون اونقدر قوی میکنه که شما سر پا هستین و تا آخرین لحظه به سلامتی زندگیتون انجام بدین ببینید اکثر این ورزش که تو این فیلم میبینید رو ناحیه کمره من قبلا هم گفتم کمر مهمترین قسمت بدنه مرکز اصلی سغل بدن و مرکز نیروهای جاذبه بدنه هر کاری رو که شما میخوایم بکنین برایند نیروهاش میاد به کمرتون به همین دلیل بایستی تا جایی که میتونید نایه کمرتون رو قوی بکنید و در کنارش یه سری ورزش های ایروبیک مثل پیاده روی، مثل راه رفتن، مثل دوچرخ سواری، شنا، کونوردی کونوردی تو کشور ما یکی از بهترین ورزش هاست چون موقعیت های خیلی خوبی داریم اینجا من بخوام برم با بایستی پنج ساعت رانندگی کنم که نش... قابل اجرا نیست ولی تو ایران هر منطقه ای که باشین معمولا دسترسی داریم با پنج دقیقه ده دقیقه یا یه نیم ساعت به کوه اطراف شهر و محلتون پس خواهش میکنم که به این ورزش ها توجه بکنید به سلامتیتون توجه بکنید به پیشگیری اهمیت زیادی بدید چون میشه صدها بیماری ها را جلوگیری کرد صدها بیماری ها را نداشت وخیم بشه و خیلی جاها از مرگ میشه پیشگیری کرد چون یک باکتری یک وخامت شدید در بیمارستان منجر به پیشگیری میشه پس به همین دلیل داشتن یه سیاست های خوب در نظام سلامت و کسانی که بتونن این سیاست ها رو اجرا بکنن کنترل بکنن و اینا رو آپ بکنن لازمه در کنار اطلاعات شخصی و مسئولیت هایی که خودمون در قبال بدنمون باستی داشته باشیم شما گردنتون درد میکنه اگه اینو درمان نکنید اگه بهش نرسید به نظر من خیانت کردیم به خودتون و بدنتون متاسفانه بازم وقت تموم شد من در برنامه های بعدی به این مسائل اشاره بیشتری میکنم شما را به خدا میسپارم روز روزگار خوش تا برنامه بعدی خدا نگهدار